سلام برای یوتیوب امروز کینگ قشه رو براتون دارم کینگ خودتی داداش خدا در این هوای آفتابی چی برامون داری؟ همون سایی با عینک کارتیر 2500 دلاری. والا تو حراج گرفتم 50% آف سایی 1250 ماشالله پشم ریخت گفتم که اصلا خیلی شیک چیزه امروز میخوایم با خشی راجب رابطه صحبت بکنیم ولی نه چرا همه, با من راجع به رابطه مصاحبه میکنن چون میخوام یا ما بدی یا تعتیب تو بدم یعنی من, من, زن زن دارم دارم. مشکل دارم. من زن و بچه دارم دیگه مشکل همین من زن و بچه دارم آقا جون بعد از این دربار چی چرا من اذیت میکنین <تصفح> همه راجع به رابطه هم من سوال میکنن دیگه قیافتون خاص اینقدر سکسی نکنید اصلا ما در رابطه در مورد چیش میگم من رابطه میخوام راجع اسپسیفیک راجع سوال کنم که رابطه ها چیزن مثلا من وقتی بخ... یه آدم سینگل خیلی میتونه موفق تر باشه تا درازم. یه آدم متعهل توی به نظر من هر چی یعنی اگه مثلا من تنهایی تصمیم بگیرم نقاش ساختمون بشم خیلی میتونم موفق تر بشم اگه زن داشته باشم خیلی ناراحت کننده است آدم فکر میکنه اگه یه نفر باشه بغلش میتونه کمکش کنه ولی اینجوری نیست من چون... نظرم با تو یکم مخالفه تو این موضوع تو همون میخوام کنم چون بالاخره تو خود هستی تو یه تو یه آرتیستی... و توی دنیای آرت خب مثلا یه سری کارا باید بکنی که امکان داره مثلا دوست دخترت یا خانومت حال نکنه مثلا توی ویدیو بعد مثلا پشت دختر میاری مثلا تقریبا لختن <تص> من سوالم اینه که مثلا چقدر تاثیر میذاره روی کار تو چقدر مثلا تو وقتی داری مثلا دختر سناریوشو مینویسی <تص> نمیتونی نگی من تو خواهم نیست ببین من اتفاقا سر همین میزیک ویدیو هلو حالا <تص> نمیدونم این ویدیو کی میاد ولی مثلا سر همین میوزیک ویدیو هلو تمام مدل مثلا مثلا حالا مدل‌هایی که مثلا برای میوزیک ویدیو بود یا مثلا شات هایی که قرار بود بگیریم یا همه اینا رو مثلا حتی دوست دخترم بغرم بود یعنی مثلا نشسته بودیم داشتیم مثلا سناریو در میوردیم که من مثلا رو تختم چهار تا دختر پشت سرم مثلا دارم مثلا اینجوری اینجوری میکنن مثلا چند دو تا دختر تو وانن مثلا فلان و بیسار و نمیدونم از چه مدلایی استفاده کنم و این جور چیزا من دوست دخترم مثلا اونجا با هم همفکری میکرد حتی مثلا یعنی میگفت مثلا چرا این مدل رو نگو بیاد یا این مدل رو بگو بیاد یا از این از همشون بهتره یا مثلا فلانه بیساره دلیلش هم اینه که مثلا توی یه رابطه وقتی درست شروع میشه تو مثلا اگه درست شروعش بکنی مثلا طرف بدونه که آقا تو دقیقا چه چیزی داری مثلا دقیقا چه چی میگن چه ریکوست هایی تو زندگی نه اصلا ریکوست کاری نم خودت چه شخصیت کاری داری مثلا من خیلی حرفه ای هم تو کارم مثلا دختره اگه جلو مثلا لنگاشم وا کنه من مثلا کاری نمی کنم تو فکر دور کجا من اصلا مثلا داشتم مثالی می زدم برای یکی مثلا می گفتم مثلا ما... من وقتی میرم سر میوزیک ویدیو وقتی دختر لخته مثلا یا مثلا بیکینی تنشه مثلا اگه مثلا ممش بغل چشمه نمیگم وای ممه میدونی اون لحظه که دارم اکت میکنم مثلا میگم اوکی میز مثلا دمپایی دیوار ممه میدونی همه چیه چیز خیلی درست سین تو چیدی آره سینو چیدم یعنی مثلا تو ذهن من من اینجوری هم که مثلا تا جایی هم که میتونم حرفه‌ای برخورد میکنم مثلا چه میدونم اگه دوست دختر تازه دوست دختر من سر شوت و میزیک ویدیو نبود مسافرت بود یعنی فکر کنم مثلا من اینجا دارم مثلا با 10 تا دختر ویدیو میگیرم دوست دخترم تو ایران مثلا حالا مسافرت رفته مثلا خانواده رو ببینیم هر چیز دیگه ای مثلا با هم دیگه چیز میکنیم سو so بیسیکلی حرفی که من میخوام بزنم اینه که لزوما باعث نمیشه که خب نه من میخوام اینو چالنجات کنم ام. چون حرف تو به قول معروف این چون میگن نفس در جای گرم داره بلند میشه تو یه دختر خوب بد افتاده داری جنرالایز میکنی تو میگی تو داری میگی اگر دوست خواستم من من همینه من مثلا خیلی به این مسیج زدن کامل زدن که توی که مثلا زن داری بچه داری با انشوری رفتی تورنتو مثلا همش با آرتیست خب بعد آرتیست ها مردم اکسیت میکنن که مثلا شما خود زندگیتون کریزی تر از اون چیزی که واقعیت هست خب واسه همین فکر میکنم مثلا همش داریم الان پارتی میکنیم سنگین و اینا چه چجوری مثلا زنت هیچی بد نمیگه من مثلا چند پرد سوال ازم پرسیدم و پر خیلی برم جالب بود گفتم که من اگه دو سخن قبلیم بود میدونم بهم به میخواست گیری بده میدونم میخواست رو اسوام بره میدونم روزی سی بار مثلا من آخرین باری که با الان حرف زدم خانومم سه روز پیش بود امه. سه روز باش حرف نزدم برای اینکه نه که به یادش نیستم همش کار داشتم این نانسا داشتم کار میکردم اگه تو ماشین تو رواندگی برق بودم دلم میخواست اون اصلا فقط موزیک گوش بدم ریلکس کنم که برسم خونه میدم الان به بچه حرف بزنم آدمی که تو رو بفهمه نکن. این دو طرف است مثلا طرف میاد میگه آقا من مرزم اینه مثلا تو وقتی روز اولی که داری مثلا با یکی دوست داری توی رابطه میفهمی که آقا طرف مرزش چیه مثلا تو میگی ما من آرتیستم من تو موزیک ویدیوم شاید یه دختر باشه تو بغلم شاید مثلا با یه دختر توی چیز باشم ولی تو میتونی باشی اونجا میتونی ببینی مثلا من پروفشنالم میتونی مثلا بر اساس زمان مثلا این موضوع رو بفهمی که خب مثلا حالا من این کاری نمی کنم واسه همین گفتم لزوم نه یعنی تو اگه بتونی کامل مثلا کامیونیکیت کنی قشنگ بگی آقا بگی مثلا آقا من به عنوان آرتیست می طلبه با. مثلا پوتک من الان زنش کاری بهش نداره مثلا وقتی مثلا دختر تو ویدیوشه چون میدونه پوتک کاری نمیکنه میدونی یا مثلا دوست دختر من میدونه من کاری نمیکنم مثلا همین اوکی ان مگر نه آره مثلا چه میدونم اگه مثلا با یه دختر سایکو تاکسیک دوست میشدم یه دخترم مثلا به دایرکت میداد مثلا دعوام میشد سوالم همینه تو الان اگه یه دختر سایکویی که الان اسمش میذاریم بیاد با تو دوست میشد تو برای این کامیونیکیت میکردی ای توضیح میدادی آیا ایشون می نه منم دوستی نمیکردم با اون دختر من کسی که نتونه بفهمه که من کار آرتیستیم مثلا چه چیزایی براش مهمه مثلا من خودم حول مثلا کونو ممه نیستم که ولی مردم دوست دارن اگه تو میزیک ویدیویی که دارم میبینن کونو هم ببینن مخصم ویدیوی تابستونی میدونی چی بهت میگم واسه همین اون اون قضیه برمیگرده به خود اون دختره که این من دوست دخترم این سیکیور نیست به من تراست داره منم به اون تراست دارم هیچ کدومون این نیستیم اگه اون حتی مثلا چه میدونم با دوستاش بره بیرون یا مثلا برن مهمونی من گیر نمیدم چون تراست دارم می میدونی اگه لباس لختی بپوشه چی ببین لباس لختی یه بحثه بحث اینه که نکن تو یه موقع ده ده لباس تو. میکن یه... یه... موقع لباس میپوشی لختی که ایمپرس بکنی مثلا شش تا پسر رو خب یه موقع هستش که نه مثلا لباس داری میپوشی مثلا با دوستات داری مثلا با دوستای دخترت مثلا داری نایت داری یا هر چیز دیگه ای من دوست دخترم خودش این کار نمی یعنی مثلا نه که مثلا دختری باشه که مثلا محجبه باشه یا مثلا فلان اتفاقا خیلی هم دختر مثلا اوپ مایند و نمیدونم چیزش خیلی اوکی خب ولی مسئله اینجاست که منم وقتی به اون تراست دارم خب وقتی که میدونم آقا مثلا این کارو داره نمیکنه برای اینکه مثلا نظر چند تا پسر رو جلب بکنه واسه اینکه مدل لباس خوشش میاد آره مثلا اگه یهو چسب بزنه اینجا مثلا بره بیرون 100 درصد من صدام در میاد عین اینه, اینه که منم مثلا برم دستم بزنم لای پای دختر رو کلام بکنم لای مامای دختر من و... کاملا قبول دارم در دختر لباس لختی رفتن بیرون بدون پارتنرش مثل این که ما بریم دختر دستمال مال کنیم دخترم میگه تو لباس سکسی بپوش آره لباس سکسی بپوشم همون خیلی عفقشنگی بود و حالا منم اینو حرف خشی رو کاملا دبل میکنم یعنی من حرفی که زدم دقیقا حرف خشی بود ولی من جور دیگه شروع کردم از اون وقت گفتم من دارم میگم 90 درصد خانوما ها عددم از باسن هم در آوردم میتونه باشه 60 میتونه باشه 99 میتونه باشه 70 ولی دارم میگم بیشتر خانوما ها کرکتر اون سایکویی هستن که گیر میدن نه رو این کار نکن توضیح هم که میدی نمیفهمه خاطر کامیونیکیت است و این تو اولش باید با خب با تو دوست شد خواننده نیست بعد تو دو سال آینده خواننده شد بعد چیکار کنه بعد زجر بکشه یا بعد بن دخترو خب نه باید مثلا اینجاست که تو با کامیکیت میتونی این از موضوع رو حل کنی نکن اگه مثلا هدف من این باشه که توی دنیا یه فقط هدف دارم اونم اینه که تو موسیقی به یه جایی برسم و موسیقی من طلب میکنه که اینو بیام مثلا دختر تو ویدیوم بیارم اگه دوست دختر من داره ساپورت نمیکنه این موضوع رو خب این نشون میده که ما اصلا هم نیستیم پس اگه آدم با دختر بود دو سال باش بود بعد این اتفاق افتاد این یکی از نشونه خیلی واضحه که تو با این آدم نمیخوری باید, باید کامینیکیت کنی اگه دختره فهمید آقا مثلا سیستم تو چیه بی مثلا ما تو ایران مثلا پسرها دوست دختر عادی نمیتونن داشته باشن توی مثلا رابطه یا دخترها دوست پسر عادی نمیتونن داشته باشن توی رابطه دلیلش چیه دلیلش اجتماع مریض ماه اونم اینه که همه پسرها میخوان همه رو بکنن تو با همه داری همینه آره ولی مثلا دارم میگم من دوست مثلا من خودم دوستای دختر عادی خیلی دارم که اصلا بهشون هم چه ندارم خب ولی اونا فکر کنم میخوام به تو بدم تو اینو نمیدونی نه اینو میخوام بهت بگم میخوام بهت بگم که ببین همیشه جا برای جرقه زدن وجود داره تو فندک رو همینجا میتونی روشن کنی تو درسته. رو تو پمپ بنزین میتونی روشن کنی تو خونه هم میتونی روشن کنی همه جا میتونی فندک رو روشن کنی خب بهترین چی... کار اینه که الان کنم بالاخره ما بالاخره انسان این دیگه میدونی یعنی یه دختر خیلی مثلا سکسی با یه پسر سکسی رو بذارن توی اتاق جفتشون هم زن و شوهر داشته باشن بعد مثلا یه سال توی اتاق در روشون بسته باشن یه چه میدونم یه لب هم گرفتن مثلا دارم بهت میگم یعنی غریزه انسان درسته. یه کاری میکنه که چیز ولی اون فندک دست توه که تو اگه نکن دختره که نمیاد خوشو بندازه رو تو حتی اگه این کارم بکنه تو باز جا خالی بدی میدونی چی بهت میگم یعنی این من دادم بعد... به مرگ مامانم دادم منم دادم من داستانشو تعریف کنم اصلا چون بچه واسه خنده شدن خیلی باحاله اول رفتم ایران یه خورده داستانش جالبه رفتم ایران دقیقا هم وزن الانم بودم خب و این چاق تاینی من تو زندگیم بودم 122 تو بخیر رفتم ایران شو هم 122 یه دختری من میدونم که همیشه تو کار من بود قبل از من از ایران بیام بیرون من به این و من دو خر زنگ زدم سعید و اومد من دید. دید. که من چاقم شروع که منو ایگنور کردن به بدترین حالت یعنی مثلا گفتم که فردا شام بریم بیرون و من حاضر میشم ساعت مثلا 5 بشه میذارم که جواب نمیداد 6 میذارم که من اومدم ساعت چند میریم کجا میخوام یعنی آماری به من بده که چیه جواب نمیداد بعد 10 زنگ میذارم که ببخشید من برام برنامه پیش اومد فردا بریم بعد فردا دوباره همین کارو با من کرد مثلا نزدیک 7 بار این کارو با من کرد خب بعد مثلا مغز درد گرفتم که اینی که مثلا اینجوری دنبال من میدوید نگاه کن چی شد من از حرص به این آدم اصلا وید کشیدنم به خاطر این داستان شروع شد من از حرص این آدم گفتم من میخوام لاغرشم یه رفیق گلبازم داشتیم گفت میخوای لاغرشی گل بزن کره, کن نکن گفتم اوکی آقا من هم صحبه نمیشنم گل میزدم غذا نمیخوردم بزر حب نمارد چیم آقا این دختره به من میگفتم میخوام لاغرشم شروع کردم ورزش کردم مثل سگ و خودم رسونم به فکر میکنم 88 کیلو که لاغرترینیه که تو 20 ساله گذشته بودم آقا خانم به 88 کیلو و ورزش و فلان تا این دختره رو من دو ماه بعد سه ماه بعد عروسی خواهرم دیدم عروسی خواهرم دیدم و یهو من مرد گفت وا چی شد تو چرا عوض شدی پرگش هم صورت قدیمی و اینا دوباره افتاد جون خب دوباره همون یو آف شد دوباره آن شد افتاد جون و شروع کرد با من تیک زدن بعد من یه شب رفتیم خونه یکی از دوستان همین کسی که به من گفت گل بزن رفتیم خونه مهمونی بود این اومد منو برد تو اتاق من منو برد رو اتاق من انداخت رو تخت برای دوامن خیلی کوتاه رو پاش کرد نشست رو من و بعد هی مثلا من گفت بزن ماساژت بدن فلان قشنگ منو بعدش گفت تعتی منو بده منم چون که هرس گرفته بودم نمیدادم کاش نکردم اینجا داستان جالب میشه یه روز مهمه دارم میام مهمونی زدم بهش گفتم که مامانم گفتم باشه بیا خونه من گفت نه من روم نمیشه جوری مامو بهت بیام اونجا گفتم نه مامو دارم میرم بیرون عروسی تو فلان تا ساعت 4 نمیاد خونه مثلا این تا 4 مامو خونه نیست گفت اوکی میام خودکشی کردم زنگ زدم به هر پسری که تو ایران میشناختم امید کردم تو اون سفر دام همه بزین خونه من این از اینکه دوازه تا پسر اومدن پسر همه نشستن دین دین دختره اومد یه لباس براق پوشیده بود از اینکه رو ناف بسته میشه چاک بیرون تمام بدن داره برق میزنه کرم زده دست بزنی سر میخوری خب اومد بالا با پاش اومد شق 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 اومد تو در خونه ما یه ورودی داره که میای توش اونجا هیچ چیز نمی‌بینی بعد که میای بیرون بقیه خونه رو می‌بینی این اومد تو یهودی 13 تا پسر همه سیویل نشسته یه اونجا که گفت تو که گفتی تنهاییم گفتم نه گفتم مام بابا نیستم که گفتم تنها ببینی دختری نشست وسط با این دامن کوتاه وسط نشست وسط سیزت و پسر شاخ یه دو ساعت نشسته با هرشو که من باید برم بعد بیران. ما دیگه تا صبح جوین زدیم و خندیدیم و دوباره خوش داریم <صحصح> آره منم خیلی مثلا جا خالی زیاد دادم من جا خالی بد میدم یهو یهو مثلا به ضررت میشه نه جا خالی بد میدم یعنی مثلا محترمانه جا خالی نمیدم یهو یهو کلا میرم مثلا آه میدونی چه میام یهو مثلا دختره میاد مثلا شروع میکنه با هم یه مثلا حرکتی بزنه و اینا یهو سرم مثلا اگه تو رابطه باشم مثلا سریع کلمو کج میکنم حرکت مثلا سریع مثلا میرم اونوری مثلا فلان ولی دو سه سب... بارم جاخایی دادم حالا نمیخوام بگم دقیقا چه جوری جاخایی دادم ولی دو سه بار منم جاخایی خلاصه که جاخایی رو آدم میده آره میتونی بدی واقعا اون میگم اون فندکه دست خودته که تو می... تو میخوای می که اون اه... سیستم اون چه جوری ببری جلو ب... پس به نظر من توی یعنی رابطه توی بیزینس و توی کار و توی آرت و اینجور چیزها کاملا بستگی به خود رابطه داره رابطه مثل مثلا چه میدونم یه عادت خوبه میدونی تو تو همه چی میتونی این عادت رو چیز داشته باشی ولی اگه بد باشه مثل یه عادت بد تو همه چیه خب یعنی مثلا اگه رابطه بد داشته باشی تاکسیک باشه تو واقعا یه پادکست هم نمیتونی بگیری چه برسه به یه ویدیو با ده دختر یا مثلا نمیدونم نمیتونی مثلا بری دوستای دختر تو که مثلا تو کار آرتن ببینی یا مثلا دوستای دختر تو که مثلا تو کار دیزاینن ببینی مثلا فلان و ولی بعد اینجوری رابطه ها اتفاقا قوی تر هم میشه وقتی که طرف خودش میتونه باشه چون هی اگه خودش نباشه هی چون توی درونش چیزی فریاد میزنه من یه چیزی میخوام اون فریاده رو اگه هی سرکوب کنی یه هوا آتش میشه واسه همین چیت میکنن به هم واسه همین یه هو پسر مثلا میره مسافرت شیش تا دختر مثلا میزنه زمین امه. میدونی ولی یه رابطه ای که ریلکس باشه طرف مثلا بدون آقا واسه چی تو رابطه هست. نیه بعض این بعضی موقع ما به صورت مجبوری از رو اجبار میریم تو رابطه چرا به خاطر اینکه مثلا دهن دختر قبلی رو سرویس کنیم یا دهن مثلا اون دختره دهن پسر قبلی رو سرویس یا تنهایی دربی یا تنهای تو نباید اصلا اینجوری بی تو رابطه رابطه خیلی چیز مهمیه اینه گرفتن شریک بیزینسه از اون مهمتره آره این گرفتن شریک بیزینسی اینه گرفتن مثلا یه مهمترین دور زندگیت رو روانشناسه باید تحقیق کنی باید بدونی قبلش مثلا با بدونی آقا مثلا با طرف تو چه زمینای نقطه اش مثلا یه دختری باشه که واقعا مثلا ای سیکیور باشه تو اگه آرتیست باشی نمیتونه دختره هندل کنه چون دو آرتیست دختر میاد سراغش هر یه کاری نمیتونی بکنی تو آرتیست باش اصلا قیافت هر چی میخوای باشه باش دختر میاد سراغه مهم. میدونی چی بهت میگم یعنی يعني... حالا آره دیدم کینگرام هم بهش مساج میزنه کدوم بود ام... م... 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 گیتار میزنه و خونه خیلی قوی. کینگ رام خفره من میگم با اون قیافه هم دختر به اون مساج میزنه قیافش من بده نه ازیتش هم میکنم رفیق تو آره خلاص یه دختری بهش مساج میزنن گریه میگه حالا من دیدم بچا دختر به من مساج نمیزنن که چون من متعهلم و از این حرفا ولی دیدم به چه دختری به بچا مساج میزنن مادر بگه یعنی چیزی که فکر میکنی 10 برابر بهتر کن به خدا دارم میگم ولی خب میدونی چیه اصلا یعنی مظلومی که کاری داره میکنه خیلی سخته یعنی اگه یه دختر ببینه که این دریوس این کار داره میکنه باید تخماشو بلیسه چون میگه دود این چاغال که آپشن نداره خب این اگه نشسته خونه گوش چه گویی میخواد بخوره ولی این 300 تا آپشن داره و میشینه خونه واسه همین این ریسپکت داره و... نه نمیشینم خونه ببین من خودم محدود میکنی؟ چیت نمی نمی آره ببین چیت کردنه من هی... من مثلا دارم بهت میگم من هیچ دختری رو نمیتونی بیاری توی رابطه با من بوده باشه مثلا بگه خشی به من چیت کرد منم همینطور من هیچ وقت به دو دوست دخترم چیت نکردم دوست دخترم بهم چیت کردن ها. مثلا دو تا از دوست دخترام بهم چیت کردن نه اونم نداشت رابطه جدی که مثلا بوده اوه. مثلا خیلی درد داره نه نه تخم تام نبود آره بابا چه خوب چون من تا نداشتم خیلی خوشحال شدم که اینو نه بسید. من دردش میدونی چیه دردش فقط لحظه ایه یعنی مثلا پیش خودت میگه ای خورش گاییدم این همه مثلا ما خودمون رو گاییدیم مثلا فلان دختر تو استخ داد بالا ما هیچ کاری نکردیم فلان دختر ما رو کشید اون خیلی پارتی ما هیچ کاری نکردیم بعد این رفته مثلا به چاغال مثلا داده مثلا اون آره مثلا اون یه حس مثلا ریزی بهت میده حس مثلا ناراحتیه فلان ولی آخرش که اینو من میگم همیشه آخرش عب... یعنی همیشه آخرش مهمه تو همه زمین ها همیشه آخرش مهمه, مهمه. بله میدونی چی میگم یعنی تو بیزینس تو چهل بال بخور زمین اون یه باری که میبری آخرش شون هست آخرش مهمه و الان کجایی آره دقیقا و توی رابطه هم ما دقیقا همینه مثلا وقتی با میگم آخرش مهمه منظور اینه که میگی خب الان که اصلا دیگه تموم شده مثلا من بشم به چی فکر کنم مثلا به این فکر کنم که مثلا طرفی همچی حرکتی رو من زده اوکی خود این نشون میده که طرف چقدر مشکل شخصیتی داشته که مثلا از اعتماد من سو استفاده کرده سویل اقتصادی دو دو, دو, دو